What makes you feel loved? When he buys me nice things. <laughs> when I come home on break and my mom does my laundry. I guess when they encourage me. When she gives me a big hug or a kiss before she runs off to the bus in the morning. Time together that we didn't have before. The five love languages strengthening millions of relationships. Really بوکلایت کتاب پنج زبان اشق گری چاپمن راسهایی برای داشتن عشقی ماندگار با مطالعه این کتاب میآموزید چگونه نحوه ارتباط با شریک زندگیتان را متحول کنید انگلیسی، آلمانی، فارسی، عربی، ماندارین، سواحلی و بیش از هفت هزار زبان دیگر در دنیا وجود دارد که ما حتی نام بسیاری از آنها را نشنیده ایم. اگر کسی با زبانی با ما صحبت کند که دانشی در مورد آن نداریم، اکثر ما حتی یک کلمه از آن را هم متوجه نمی شویم. در حقیقت تلاش برای برقراری ارتباط بدون داشتن یک زبان مشترک به سوء تفاهم، تنش و دلخوری خواهد انجامید. اما خوشبختانه زبان اکثر ما با زبان شریک زندگیمان یکی است و حرفهای یکدیگر را متوجه می شویم. اما آیا صرف تکلم به یک زبان مشترک تضمین می کند که دو نفر حرف یکدیگر را بفهمند؟ در واقع حتی اگر زبان مشترکی با شریک زندگیمان داشته باشیم، گاه در برقراری ارتباط با او دچار مشکل می شویم. برای داشتن ارتباطی مؤثر با شریک زندگیمان باید زبان عشق را یاد بگیریم و یادگیری زبان عشق یکی از سخت ترین کارهای دنیاست. روش ابراز عشق و طریقه برقراری ارتباط با شریک زندگی بخشی حیاتی در هر رابطه یا ازدواج است. در بوکلایت پنج زبان عشق در مورد نیاز انسان به عشق، طریقه ابراز عشق بین افراد و اینکه چگونه زبان عشق را بیاموزید، نکات مهمی خواهید آموخت. در این بوکلایت به این پرسش ها پاسخ داده می شود. یک چگونه درخواست هایتان را از شریکتان مطالبه کنید که صد درصد انجام شوند؟ دو، چرا عشق و عاشقی تنها دو سال به طول می انجامد؟ سه، چگونه یک هدیه بعد می تواند بر ارتباطات شما با شریک زندگیتان اثر بگذارد؟ بوکلایت شماره یک عشق یک نیاز انسانی است و سلامت عاطفی معیاری برای سنجش آن. اگر یک کلمه در زبان وجود داشته باشد که هم به شدت ضروری و در عین حال کاملا گیج کننده باشد، آن کلمه عشق است. عشق معانی گوناگونی دارد و هر کسی آن را به شیوه ی خاصی تفسیر می کند. اما علا رقم معانی بیشمار آن، فلاسفه و متفکران بر این موضوع توافق نظر دارند که عشق برای یک زندگی کامل و رضایت بخش ضروری است. اما واقعا عشق چیست و باید چه دیدگاهی نسبت به آن داشته باشید؟ در گام اول بهتر است خودتان را با تعاریف متعدد این کلمه سردرگم نکنید. در این بوکلایت مقصود از عشق عشق که سلامت عاطفی شما را تأمین می کند. انسان های مختلف کلمه عشق را به شکل های بیشماری به کار می برند. به عنوان مثال برای اشاره به چیزهایی مانند بستنی، ماشین یا جواهرات یا برای توصیف احساسات در مورد فعالیتهایی مانند پیاده روی، کوهنوردی و رقص. اما مهمترین تعریف عشق زمانی است که ما این کلمه را برای توصیف روابطمان با شریک زندگی یا افراد خانواده به کار میگیریم در حقیقت وقتی از عشق در روابط صحبت می کنیم، بیشتر به احساسات عاشقانه و هیجاناتی احساسی اشاره می کنیم که در رابطه با عزیزانمان داریم. ساده ترین راه برای اینکه تشخیص دهید عشق چه معنایی برای شما دارد این است که ببینید منبع رضایت درونی و ثبات عاطفیتان چیست اما چه ارتباطی بین عشق و ثبات عاطفی وجود دارد پاسخ روشن است نیاز به عشق و مورد قدردانی قرار گرفتن ریشه در طبیعت انسان دارد و تنها با برطرف شدن این نیاز است که ثبات عاطفی حاصل می شود برای مثال روانشناسان کودک ثابت کردند که تمام کودکان نیازهای عاطفی دارند که اگر برآورده نشود میتواند منجر به عدم ثبات عاطفی آنها گردد بدون شک عشق و محبت مهمترین این نیازهای عاطفی در کودکان هستند عشق و محبت است که گرمای زندگی را در وجود آنها روشن میکند و به آنها چه در کودکی و چه در بزرگسالی ثبات عاطفی میبخشد بنابراین عشق مشخصا موضوع مهمی است و شما نیاز به راهی برای اندازهگیری آن دارید یک راه برای سنجش اینکه آیا نیازهای عاطفیتان برآورده میشوند یا خیر این است که به اصطلاح به مخزن عشق خود توجه کنید همانطور که یک ماشین بدون بنزین نمیتواند کار کند شما هم بدون عشق نمیتوانید فعالیت کنید اگر نیاز شما به عشق و محبت به طور کافی برآورده نشود، در آن صورت مخزن عشق شما خالی خواهد بود. پرنگه داشتن مخزن عشق بخش مهمی از یک رابطه عاطفی سالم است. تمام روابط عاطفی درست و ایدئال نیاز به سوخت دارند. علاوه بر این، به یاد داشته باشید که بهره مالی و مالکیت‌های مادی نمی‌تواند یک مخزن خالی عشق را جبران کند. بدون عشق، خانه مجلل، ماشین های گران قیمت و ویلای کنار دریا هیچ ارزشی ندارد. بوکلایت شماره دو با افول دوره, دوره اولیه عاشقی و شیدایی روابط نیز تغییر می کنند. همیشه یک کارشناس یا کتاب جدید وجود دارد که مدعیس راز ازدواج پایدار را می با این حال همچنان زوجهای بسیاری وجود دارند که نمیدانند چگونه باید پس از افول دوره هیجان عاشقی و شیدایی عشقشان را زنده نگه دارند. ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که عاشقی چه تأثیری روی ما میگذارد. در جواب باید گفت که عاشق بودن مثل این است که گویی عینکی به چشم داریم که همه چیز را به زیبایی گل روز نشانمان می دهد. اما چرا این اتفاق برایمان میافتد؟ اولین مرحله جذابیت یعنی همان چیزی که باعث شروع یک رابطه می شود با پدیده عاشق بودن آغاز می گردد. این عشق همان عشق غریزی است که سبب می شود تمام مدت به شریک عاطفیتان فکر کنید و نزدیکترین حس به غریزه حیوانی برای تولید مثل و بقای نسل است. این مرحله اولیه باعث می شود نتوانیم درست تصمیم بگیریم. مطالعات دقیقی بر روی این مرحله انجام شده است. به عنوان مثال، روانشناسی به نام دوروتی تنوف مطالعه عمیقی درباره پدیده عاشق بودن انجام داد و پس از مطالعه صدها زوج پی برد که طول عمر متوسط اکثر روابطی که تنها بر پایه احساسات عاشقانه بودند، تنها دو سال بود. دلیل این امر آن است که وقتی شیدایی عاشق بودن از میان می رود، واقعیت وارد میدان می شود و گویی آن عینک رویایی از چشمانمان برداشته می شود. برای اینکه رابطه از این انتقال دشوار جان سالم به در ببرد، دو طرف در یک رابطه وظیفه دارند که یک فضای عاطفی بسازند. این فضای عاطفی به آنها اجازه می دهد تا با تفاوتهای هم کنار بیایند و نیازهای عاطفی یکدیگر را برطرف کنند. اما چگونه چنین کاری ممکن است؟ گام اول در ایجاد چنین فضایی که سرشار از عشق واقعی است برقراری ارتباط به شکلی مؤثر است. واقعیت این است که انسانها نیازهای عاطفی دارند که یک تجربه کوتاه مدت عاشقی نمیتواند آن را برآورده سازد. بنابراین با کمرنگ شدن احساس عاشقی و شیدایی اولیه حائز اهمیت است که زوجها روی برقراری ارتباط عاطفی با یکدیگر کار کنند زیرا تنها از این طریق است که می توانند رابطهشان را در طولانی مدت حفظ کنند فراموش نکنید که انتخاب شریک زندگی و تعهد به عشق واقعی به معنای اتخاذ یک نگرش متفاوت و طرز تفکر جدید است. شما باید به روشنی توقعاتتان را از رابطه عاطفی و ازدواج را مشخص کنید و آنها را به طور مؤثری با شریک عاطفیتان مطرح کنید و به اشتراک بگذارید. همچنین برای او نیز این امکان را فراهم کنید که به راحتی توقعاتش را با شما در میان بگذارد. بوکلایت شماره سه فهم زبان عشق شریکتان لازمه یک رابطه ی طولانی مدت است. اکثر افراد به خوبی می دانند که زبان صرفا از کلمات ایجاد نشده است. به عنوان مثال، زبان بدن و لحن صدا هم وجود دارند. زبان عشق هم به همین صورت پیچیده است. دلیل این امر آن است که برداشت همه ما از عشق متفاوت است و به همین دلیل برای ابراز آن از کلمات و اعمال متفاوتی استفاده می کنیم. اساسا هر یک از ما انسان ها زبان عشق متفاوت و مخصوص به خودش را دارد. بنابراین همانطور که دانستن بیش از یک زبان می تواند به نفع شما باشد، فهم راه های مختلفی که عشق از طریق آنها ابراز می شود نیز مهم است. دانستن راه های مختلف ابراز عشق به شما کمک خواهد کرد تا یک رابطه قوی و شاد بسازید. اما این مسئله مستلزم آن است که زوجها وقت لازم را صرف پی بردن به زیر و بم زبان عشق همدیگر کنند. اما این کار قطعا ارزش وقت گذاشتن را خواهد داشت چرا که این کار حتمی ترین روش برای پر کردن مخزن عشق شریک زندگیتان است. این همان ابزاری است که به شما و شریکتان کمک خواهد کرد تا همزمان با حمایت از رابطهتان خودتان نیز پیشرفت کنید. حتی بین زوجهایی که برای مدت زیادی همدیگر را میشناسند هم ممکن است سوء تفاهم رخ دهد معمولا این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که یکی از افراد زبان عشق دیگری را به اشتباه ترجمه می کند. این چیزی است که می تواند به سادگی رخ دهد اگرچه زوجها عادت های مشترک زیادی دارند اما عشق را به طرق مختلفی حس کرده و ابراز می کنند معمولا زبان عشق یک نفر دقیقا مطابق با زبان عشق شریک زندگیشان نیست. به عنوان مثال مارک و آندریا در تمامی موارد با هم اختلاف نظر داشتند به جز اینکه هر دوی آنها عاشق فرزندشان بودند. مارک میدانست که آندریا مادر خوبی است اما به هیچ وجه محبت و عشق او را نسبت به خودش احساس نمی کرد. از سوی دیگر آندریا میدانست که مارک پدر و سرپرست خوبی برای خانواده اش است اما معترض بود که هفته کاری پنجاه ساعته ی مارک دیگر وقتی برای او باقی نمیگذاشت که با خانواده اش سپری کند به نظر شما مشکل آنها چه بود زبان عشق مارک لمس فیزیکی بود و زبان عشق آندریا وقت گذراندن با یکدیگر بود همانطور که میبینید فهم زبان عشق شریک زندگیتان ضروری است در بوکلایت بعدی دستور زبان تمامی پنج زبان عشق را خواهید آموخت و اینکه چگونه تشخیص دهید که شریکتان کدام یک از آن زبانها را صحبت می کند. بوکلایت شماره چهار با کلام مثبت و تعییدامیز عشقتان را به نمایش بگذارید. آیا تا به حال نام فیلسوف یونانی گزونوفون به گوشتان خورده است؟ او یکی از دانش آموزان سقرات بود اما اکثر مردم نام او را نشنیدند. قولی از او مطرح شده است که حتی امروز نیز صدق می کند. تحسین شیرین ترین صدا هاست. به درستی که چیزی شیرین تر از ستایش تحسین و تشویق نیست. در حقیقت این همان ایده است که پایه و اساس اولین زبان عشق یعنی کلام تایید را تشکیل می دهد. برای بکارگیری این زبان به صورت کلامی از دیگران تعریف کنید. این زبان زمانی که به شکل ساده و مستقیم ابراز شود، بیشترین اثر خود را می انواع و اقسام کلمات روحی بخش، مهربانانه و فروتنانه همگی می توانند به عنوان کلام تعییدامیز استفاده شوند. به عنوان مثال می توانید به شریک زندگیتان بگویید که در لباس جدیدش عالی به نظر می رسد. توانایی او را در مراقبت از کودکانتان تحسین کنید و یا اینکه به او بگویید چقدر از شوخ طبعیش لذت میبرید. اما اگر میخواهید دایره ی لغات خود را گسترش دهید، می توانید یک دفترچه یادداشت داشته باشید که در آن کلمات تایید کننده ی متفاوتی را که می بینید بنویسید. می توانید این کلمات را در حین خواندن روزنامه و مجله، هنگام تماشای تلویزیون و یا هنگام صحبت کردن با دوستان بیابید. مسئله مهم دیگری که باید در ذهن داشته باشید این است که کلام تایید آمیز می تواند در قالب درخواست عملکرد بسیار خوبی داشته باشد. هنگامی که درخواست ها حالت دستوری پیدا می کنند، پتانسیل صمیمیت میان زوج کاهش می و ممکن است سبب دلخوری و رنجش شود. بنابراین بهتر است اگر درخواستی از شریک زندگیتان دارید آن را همراه با کلامی تییدآمیز بیان کنید به این ترتیب شریک زندگیتان متوجه می شود که از او با مهربانی درخواستی دارید نه آنکه با حالتی تهدیدآمیز به او دستوری می دهید. این مثال را در نظر بگیرید روزی یک خانم به دفتر مشاوری مراجعه کرد او از این مسئله شکایت داشت که همسرش اتاقخوابشان را رنگ نکرده است علا رغم اینکه نه ماه تمام از او این درخواست را داشته است. به نظرتان نصیحت مشاور به او چه بود؟ مشاور به آن خانم گفت که دیگر به مسئله رنگ کردن اتاق اشاره ای نکند و هر دفعه که همسرش کاری مطابق خواسته ای او انجام می دهد از او تعریف کند. آن خانم با اینکه مردد بود اما راهنمایی مشاور را انجام داد و تنها سه هفته بعد به نتیجه دلخواهش رسید. بدون شک تعریف و تمجید کلامی همیشه مشوق بسیار بهتری از انتقادهای آزاردهنده است. بوکلایت شماره 5 با شریک زندگیتان وقت بگذرانید. عصر مدرن پر است از چیزهایی که دائم حواس ما را پرت می کند. زمان یکی از با ارزشترین دارایی های ماست که بیهوده آن را هدر می دهیم. در نتیجه زوجهای بسیاری حواسشان از قلب یک رابطه ی عاشقانه یعنی وقت گذراندن با یکدیگر پرت می شود. حال می رسیم به دومین زبان عشق، وقت گذراندن برای یکدیگر. کلید این زبان توجه تمام و کمال است. وقت گذراندن با هم صرفاً حضور همزمان در یک اتاق نیست، وقت گذاشتن برای یکدیگر یعنی تمرکز و توجه کامل به شریک زندگیتان بدون آنکه اجازه دهید چیز دیگری حواستان را پرت کند به علاوه گذراندن اوقات خوش با شریک زندگیتان یکی از راه های اصلی است که هر دو می توانید عشق احترام و تحسین خود نسبت به دیگری را به نمایش بگذارید به این مسئله توجه کنید که زوجهای متعددی فکر می کنند که با یکدیگر وقت می در حالی که صرفا فقط نزدیک هم هستند. به عنوان مثال، تماشای فوتبال یا خیره شدن به صفحه کامپیوتر وقتی مشغول صحبت با شریک زندگیتان هستید، باعث می شود آنطور که باید به او توجه نکنید و اوقات خوشی را کنار هم سپری نکنید. بنابراین فکر می کنید وقت گذاشتن برای یکدیگر دقیقا به چه معناست؟ وقت گذاشتن برای یکدیگر یعنی با هم گفتگوی عمیقی داشته باشید یا به انجام فعالیت های مشترک ارزشمند مشغول شوید. اوقات ارزشمند به مکالمات ارزشمند یا فعالیت های ارزشمند گفته می شود. احتمالا میدانید منظور از گفتگوی عمیق چیست اما شاید در مورد فعالیت های مشترک ارزشمند تعریف درستی در ذهن نداشته باشید. یک فعالیت مشترک ارزشمند کاری است که یک یا هر دو نفر میخواهند آن را در کنار یکدیگر انجام دهند. در واقع فعالیت مشترک ارزشمند فرصتی است که دو نفر می توانند در عین حال که از انجام کاری لذت میبرند به یکدیگر عشق بورزند. هرچقدر فعالیت های مشترک بیشتری داشته باشید، در آینده خاطرات بیشتری با هم خواهید داشت تا مرور کنید. این فعالیت ها می توانند هر چیزی باشند. از قدم زدن در یک پارک گرفته تا باغبانی، دیدن یک برنامه و یا حتی آماده کردن یک وعده غذایی در کنار یکدیگر. به عنوان مثال زوجی را در نظر بگیرید که یکی از آنها عاشق رفتن به کتاب فروشی است تا طبقه های کتاب را برای یافتن کتاب فوقالعاده بعدی که میخواهد بخواند زیر و رو کند شریک زندگیش به اندازه او نسبت به ادبیات اشتیاق ندارد اما به هر حال این فعالیت را با او انجام می دهد و حتی در انتخاب کتاب به او کمک می کند. در عوض آنکه عاشق کتاب است یاد گرفته است که بیش از حد در کتاب فروشی نچرخد تا حوصله همسرش سر نرود. به این ترتیب آنها فعالیت مشترک ارزشمندی را انجام می دهند و هر دو از نتیجهش راضند بوکلایت شماره 6، هدایا نمادهای بسری عشق هستند. هدیه دادن تنها مختص به زندگی مدرن نیست و در هر عصری وجود داشته است. از تمدن مایاها گرفته تا اسکیموهای مدرن که در نواحی تند را زندگی می کنند، هدیه دادن همیشه بوده و بخشی از هر رابطه عاطفی است. با توجه به اینکه هدیه دادن چقدر در هر ازدواجی مهم است، حائز اهمیت است که زبان سوم عشق یعنی دریافت هدایا را بیاموزید. زبان عشق دریافت هدایا به این شکل عمل می کند. اگر زبان عشق شریک زندگیتان دریافت هدایا است، تقریبا هر هدیه‌ای که به او می دهید برایش نمایانگر عشق واقعی خواهد بود. دلیل این امر آن است که هدایا نمادهای فیزیکی عشق هستند که به طور مادی عشقی را که شخصی به دیگری دارد ابراز می کند. اما چه نوع هدایایی باید به شریک زندگیتان بدهید؟ فهمیدن اینکه شریک شما چه نوع هدایایی دوست دارد بسیار ساده است. فقط کافیست ببینید کدام یکی از هدایایی که در گذشته برایش خریده اید یا از دیگران دریافت کرده او را هیجان زده کرده است. همچنین برای این کار می توانید با دوستان و خانواده شریک زندگیتان هم مشورت کنید و به یاد داشته باشید برای کسانی که به زبان عشق دریافت هدایا صحبت می کنند ارزش مالی هدیه مهمترین مسئله نیست در حقیقت ارزش هدیه در تمام فرایند نهفته است از ایده هدیه دادن گرفته تا بیرون رفتن و خریدن هدیه و یا حتی درست کردن آن به عنوان مثال خانم و آقایی را در نظر بگیرید که با هم رابطه عاطفی دارند و پس از مدتی ازدواج می کنند. زبان عشق خانم دریافت هدیه بوده و پیش از ازدواج همیشه از هدایایی که از نامزدش دریافت می کرد هیجان زده می اما پس از ازدواج خریدن هدیه متوقف شد و این مسئله باعث شد خانم احساس تردشدگی شدگی پیدا کند. هنگامی که این زوج به مشاور مراجعه کردند، مشخص شد که مرد به خاطر هزینه بالا از خریدن هدیه منصرف شده بود. خوشبختانه مشاور به او توضیح داد که ارزش مالی هدیه خیلی اهمیت ندارد و او شروع به دادن هدایای تصادفی و برآمده از محبت به همسرش کرد. هدایایی که لزوما خیلی همگران نبودند. این کار باعث شد که بار دیگر همسرش عشق و محبت او را احساس کند. بوکلایت شماره هفت خدمت رسانی به شریک زندگی شیوه رایجی برای ابراز عشق است. آیا تا به حال پیش آمده که بعد از صرف غذا همسرتان از شما بخواهد که در تمیز کردن میز به او کمک کنید، آشغالها را بیرون ببرید یا حتی لباسها را داخل ماشین لباسشویی بیاندازید؟ اگر اینطور است احتمالا زبان عشق شریک شما خدمت به یکدیگر است اما چطور می توانید این زبان را به کار ببرید بهترین راه این است که برای شریک زندگیتان کارهای مفید انجام دهید خدمت به یکدیگر یعنی انجام کارهایی که میدانید شریک زندگیتان را خوشحال خواهد کرد به عنوان مثال کارهایی مانند جارو زدن، پرداخت قبوز، خرید روزانه برای خانه یا کمک کردن به بچه ها در انجام دادن تکالیفشان همگی می توانند خدمت به یکدیگر تلقی شوند. اما همانطور که نمی شود عشق را مطالبه کرد، نمی توانید از شریک زندگیتان اعمال خدمت را مطالبه کنید. توجه داشته باشید که ارزش زبان خدمت به یکدیگر در این است که خدمت رسانی داوطلبانه انجام شود. بنابراین شما نمی توانید از شریک زندگیتان توقع داشته باشید که کارهای خاصی را برایتان انجام دهد. در مقابل، او نیز نمی چنین توقعی از شما داشته باشد. به همین دلیل به جای اینکه از شریک خود بپرسید که چه کاری میتواند برای شما انجام دهد از خود بپرسید که شما میتوانید چه کاری برای او انجام دهید اما به خاطر داشته باشید که پرسیدن این سوال مستلزم این است که به دیدگاه سنتی خود در مورد نقش زن و مرد در زندگی نگاهی بیاندازید و در صورت لزوم آن را تغییر دهید به عنوان مثال اداره خانه یا مراقبت از کودکان ضرورتا وظیفه زن نیست برای استفاده از زبان عشق خدمت به یکدیگر باید یاد بگیرید که فارغ از کلیشه ها خودتان تصمیم بگیرید که چه مسئولیت هایی را بپذیرید و انجامشان دهید مردی را در نظر بگیرید که در خانواده ای بزرگ شده بود که پدر خانواده هیچگاه کارهای خانه را انجام نمیداد و آن را تنها وظیفه زن خانه میدانست با اینکه این مرد بسیار تحت تاثیر رفتار و عقاید پدر بود، هنگامی که متوجه شد کمک کردن در کارهای خانه همسرش را خوشنود می کند، دست از کلیشه های جنسیتیش برداشت و دیدگاهش را تغییر داد. او با این کار به همسرش یک دنیا عشق و احترام هدیه کرد. بوکلیت شماره 8 تماس فیزیکی راه قدرتمندی برای نشان دادن عشقتان است. آیا میدانستید نوزادانی که مورد نوازش قرار میگیرند در آغوش گرفته شده و بوسیده می شوند در مقایسه با نوزادان دیگر در بزرگسالی از لحاظ عاطفی سالمتر هستند؟ این مسئله حقیقت دارد و تعجبی هم ندارد که تماس فیزیکی زبان عشق برخی از افراد است. کسانی که زبان عشقشان تماس فیزیکی است از کارهایی ماننده گرفتن دست، بوسیدن بغل کردن و رابطه جنسی لذت می‌برند. انجام این کارها در زندگی روزانه ساده است. شما می توانید به سادگی در هنگام پیاده روی یا تماشای فیلم در سینما دست همسرتان را بگیرید و محبتتان را به او نشان دهید. همچنین می توانید در حضور شخص دیگری همسر خود را در آغوش بگیرید یا او را ببوسید. این کار قطعا باعث می شود که همسرتان احساس عشق و محبت بیشتری بکند. گاه پیش می آید که به دلایل مختلف یک زوج از هم دور می شوند و میانشان فاصله فیزیکی می افتد. به عنوان مثال ممکن است کسی مجبور باشد به خاطر شغلش به سفرهای متعددی برود و زمانهای زیادی را از همسرش دور باشد در این صورت این زوج باید تلاش کنند به نحوه های گوناگون ارتباطشان را حفظ کنند اگر شما و همسرتان هم مدت زیادی را دور از هم می‌گذرانید سعی کنید راهی پیدا کنید تا احساس نزدیکی کنید برای مثال می توانید با او تماس تصویری برقرار کنید، برایش عکسی بفرستید یا از هر روش خلاقانه دیگری استفاده کنید تا ارتباطتان گرم بماند. برای هر دو نفری که با هم ارتباط عاطفی دارند، ضروری است که وقت بگذارند و ببینند که چگونه می توانند به بهترین نحو از زبان عشق تماس فیزیکی استفاده کنند تا طرف مقابل بیشترین لذت را ببرد. اگر برای انجام این کار به دنبال راه های خلاقانه ای هستید، می توانید ماساژ یاد بگیرید یا در مورد روش های جنسی مطلب بخوانید. تماس فیزیکی می تواند ظرایف بسیاری داشته باشد و برای هر کسی کارهای متفاوتی خوشایند است. بنابراین ضروری است که شما و شریک زندگیتان برای یکدیگر تعیین کنید که از چه کارهایی لذت میبرید و چه کارهایی را نمیپسندید بوکلایت شماره 9 زبان عشق خود را مشخص کنید در بوکلایت های قبل با پنج زبان عشق آشنا شدید اما چگونه می توانید تشخیص دهید که کدام یکی از آنها زبان عشق شماست فهمیدن این موضوع خیلی ساده است اول از خودتان بپرسید که بیشتر از همه از شریک زندگیتان چه خواسته ای دارید. احتمالا چیزهایی که بیشتر از همه درخواستش را دارید چیزهایی هستند که بیشتر از همه از لحاظ عاطفی شما را ارضا می کنند. سپس به قرارزتان اعتماد کنید و ببینید چه چیزهایی باعث می شود احساس کنید از شما قدردانی شده است. شاید دوست داشته باشید با شریک زندگیتان وقت بگذرانید یا مورد تحسین و تشویق قرار بگیرید. وقتی که فهمیدید چه چیزی حس خوبی به شما می دهد، به این فکر کنید که چه کاری شریک زندگیتان انجام می دهد که احساسات شما را خچه دار می کند. در حقیقت، تجارب روابط آزاردهنده می تواند راه مناسبی باشد برای اینکه بتوانید زبان عشق خود را پیدا کنید. به این فکر کنید که در گذشته شریکتان در انجام چه کاری برای شما کوتاهی کرده است. اگر شریک عاطفی شما باعث ناراحتی شدیدتان شده یا نتوانسته به شکلی که شما دوست دارید عشقش را به شما نشان دهد، احتمالا مشکل این است که او زبان عشق شما را بلد نیست. اگر تمام مواردی که دوست دارید برایتان انجام شود مربوط به یکی از زبانهای عشق است، به احتمال زیاد زبان عشق اصلی شما همان است. از طرفی تربیت شما در زمان کودکی هم نقش مهمی در شکل زبان عشق شما دارد. به همین دلیل، حائز اهمیت است که ببینید والدین شما در کودکی چطور حس عشق را به شما منتقل کردند و یا نکردند. چنین خاطراتی راه دیگری هستند که از طریق آنها بتوانید زبان عشق اصلیتان را تشخیص دهید. برای مثال زنی را در نظر بگیرید که به کمک یک خاطره بد از بچگی متوجه شد که زبان عشقش دریافت هدایاست. است. این خاطره یه بد مربوط به یک روز کریسمس است زمانی که برادر بزرگترش اهمیتی به تهیه هدیه برای خواهرش نداده و هدیه ایدم دستی برایش تهیه کرده بود این زن با یادآوری احساس بسیار بدی که از گرفتن آن هدیه پیدا کرده بود متوجه شد که زبان عشقش بدون شک دریافت هدایا است به خاطر داشته باشید پس از آنکه زبان عشق خود و شریک زندگیتان را پیدا کردید حتما از آنها استفاده کنید و هرگز از یاد نبرید که عشق واقعی یعنی برقراری ارتباط مؤثر با یکدیگر بسیاری از مشکلاتی که زوجها امروزه با آنها مواجه می شوند، تنها به این خاطر است که زبانهای عشقشان با هم متفاوت است و عدم آگاهی از زبان عشق خود و شریک زندگیشان سبب ناتوانی در برقراری ارتباط مؤثر با یکدیگر می شود. یادگیری زبانهای مختلف عشق موجب بهبود برقراری ارتباط میان زوجها می شود و در نتیجه سلامت عاطفی آنها ارتقا پیدا می کند. به طور کلی پنج زبان عشق وجود دارد. ادهی با دریافت هدیه لذت عشق را حس می کنند و ادهی دیگر با دریافت کمک در کارهایشان محبت شریک زندگیشان را درک می کنند. در عین حال افرادی هم هستند که تنها با کلام تعیید و تحسین و تشویق به حس رضایت می رسند. همچنین برای برخی دیگر داشتن تماس فیزیکی با شریک زندگیشان بیشترین لذت عشق را برایشان به ارمغان می آورد. در نهایت افرادی هستند که دوست دارند با شریک عاطفیشان وقت بگذرانند و از این طریق است که نهایت عشق را احساس می کنند. ضروری است که زوجها زبان عشق خود و یکدیگر را به خوبی بشناسند و برای داشتن رابطه‌ای سالم و موفق از آنها بهره ببرند. پیشنهاد کاربردی با بهترین هدیه دنیا به همسرتان در شرایط سخت زندگی کمک کنید. بهترین هدیه ای که می توانید به شریک زندگیتان دهید چیست؟ مطمئنا این هدیه الماس، گل یا یک ماشین نو نیست. بهترین هدیه برای او خودتان هستید. همواره کنار شریک زندگیتان بیستید. به خصوص در شرایط دشوار مانند دوران بارداری یا مواجهه با مشکلات کاری. هنگامی که شرایط زندگی سخت می شود، حضور شما در کنار شریک زندگیتان بهترین هدیه برای اوست و تأثیر به سزایی دارد. مدیاکده مرجع کامل کتاب صوتی روز دنیا اگر از این سب ویدیو خوشتون میاد لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنار آن رو فشار دهید